این روزها با تحولات و رویدادهای متعددی روبرو هستیم که نشون دهنده موضع‌گیری های کشورهای غربی علیه رژیم آخوندی و این انزوای هرچه بیشتر رژیم در سطح بین المللی رو باعث شده. در همین رابطه گفتگوی ترتیب دادیم با خسرو شکراللهی. با عرض سلام به شما و تشکر ازتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. در گزارش هم که الان پخش شد و دیدیم بعضی از خبرهای تحولات و موضع‌گیری‌های بین‌المللی در رابطه با رژیم اومده بود. نظر شما راجع به این تحولات و این خبرها چیه؟ اگر اجازه بدید من فکر کنم با خود این تحولات رو یک بار یک مرور سریع بکنیم. در گزارش هم اونطوری که خودتون گفتید اشاره شده بود، ولی خوبه اگر اینها رو بهشون مرور بکنیم. فکر کنم خودشون خیلی خوب بیانگر این هستند و گویا هستند که انزوای بین المللی رژیم داره تشدید میشه و این حلقه که رژیم توش محاصره شده داره تنگتر میشه. اول میتونیم اشاره بکنیم به تغییراتی که در تیم سیاست خارجی آمریکا داده شده، که خب تمام تحلیلگرها معتقدند که این به وضوح یک اقدامی هست که فشارها رو بر روی رژیم تشدید خواهد کرد و در همین راستایی که گفتم انزوای بین المللی رژیم در تشدید خواهد شد و پیامدهایی که در رابطه با برجام داره. پس این یک تحول، تغییر تیم سیاست خارجی آمریکا، اهم از وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی و این تحولات این هفته ها. تحولات دیگه هم هست بوده که اگر نگاه کنیم همه همین مضمون رو میرسونن. مثلا سفر ولیعت عربستان به آمریکا. میدونید که ولیعت عربستان اصلا موضوع این سفر نحوه مقابله با سیاست‌های منطقه رژیم بود. خود ولیعت عربستان محمد بن سلمان دو بار مصاحبه کرد، لاقل دو بار رو که من دیدم، در با نیویورک تایمز و روز چهارشنبه گذشته با وال استریت جورنال، که در اون گفته بود که اگر میخواید، یعنی اصل بحث این بود که اگر ما میخوایم جلوی جنگ‌های بیشتری رو در منطقه بگیریم و ناآرامی رو در منطقه متوقف کنیم باید با سیاست‌های رژیم مقابله کرد. این رژیمی که داره تلاش میکنه در تمام کشورهای منطقه خودش رو نفوذ خودش رو گسترش بده و باید جلوش ایستاد. این کل محتوای این مضمون این خواسته و این سفر بود که روش چیز بود، حول اون انجام شده بود. در همین اسنا هم خبر هست از اینکه رئیس جمهور فرانسه هم به آمریکا سفر خواهد کرد، درست در روزهایی که مترادف است با روزهای پایان ضرب العجلی که ترامپ برای برجام تعیین کرده بود. این هم یک دست دیگری از تحولات. چیز دیگری که هست این روزها خیلی بحث تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علیه رژیم شدت پیدا کرده و اخبار زیادی هست که این تحریم‌ها رو انگلیس و فرانسه و آلمان تنظیم کردند. گویا درش یک لیستی هست از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رژیم آخوندی که باید تحریم بشن، اینو در اتحادیه اروپا آوردند. از اون طرف اخباری بود که خب بالاخره بین کشورهای اروپایی، مثلا میگفتن اسپانیا یا ایتالیا، ایتالیا به دلیل همین قرارداد 5 میلیاردی که میگن اعتبارنامه توافقنامه اعتباری با رژیم امضا کرده، مخالفت هایی کردند و این هم باعث شده که رژیم بعد اون سیاست شکاف بین اروپا و آمریکا که این میگفت ما باید بین اروپا و آمریکا شکاف بندازیم که معلوم شد به نتیجه نخواهد رسید، این روزها رو اومده بین شکاف بین اروپا و اروپا، که خب پیش پیداست که چقدر دست خالی نشون میده. و بنابراین این تحریم ها که قرار انجام بشه اینا شدت پیدا کرده. بله. و اروپایی ها به راست قدرت اروپایی به جد پشت اون هستند، کشورهای اروپایی رو دیگه رو فرا میخونند که تصمیم بکنن با هم دیگه و این تحریم ها رو انجام بدن. تو همین اسنا هم دولت انگلستان بازم اعلام کرده بود که رژیم و سیاستاش رو
یکی از مسائل امنیتی و تهدیدهای امنیتی خودش میدونه که این هم جدید بود. در این حال این موشک پرانی هایی که حوثی ها کردن به عربستان و رژیم هم خب پای رژیم که همه جا میان در وسطه، این هم خودش موضوع دیگری شده از در سرسه بیدونه علیه رژیم آخوندی. میدونین اولین باری نبود که حوثی ها حمله کردن، ولی خب عربستان سعودی اعلام کرد در آخرین حمله که اینا کردن که این موشک ها رو به اصطلاح ساقط کرده و شورای امنیت جلسه گذاشت و در کنار اون و خواستن که از روسیه خواستن که این کار رو متوقف بکنند. و توی این میان فرانسه، وزیر خارجه فرانسه به آمریکا و عربستان سعودی پیوست و از رژیم خواست و گفت که این موشک ها توسط این تسلیحات توسط رژیم ایران در اختیار حوثی های یمن قرار میگیره. چون که عربستان خواسته بود از شورای امنیت که تیم تخصصیشو بفرسته اونجا و قبلا هم شورای امنیت این کارو کرده و مطالعه کردن روی آثار باقی مانده این موشک ها و اونها هم گفتن که اینها اتفاقا منشأ ایرانی داره و معلوم هست بعد از 2015 یعنی سالی که تحریم تسلیحاتی حوثی ها در یمن توسط شورای امنیت به تصویب رسید، این تحریم ها بعد از اون هم اتفاقا به دست حوثی ها رسیده و حالا فرانسه هم داره این رو تایید میکنه. قبل از اون هم حتی وزیر خارجه انگلستان هم بیانیه داده بود و از رژیم خواسته بود که این اقدامات رو متوقف بکنه. پس بنابراین میبینید که این لیستی بود از کارهایی که تحولاتی بوده که من اینجا لیست کرده بودم. البته چیزهای دیگه هم بوده، مثلا اون طرف هم رژیم هم خیلی تلاش میکنه حالا در عالم دیپلماتیک خودش که خب میدونیم چیه، تا آخرش باج دادن و از همین قرارداد و پیشکش کردن این قراردادهای پرسود و منفعت هست سیاست خوش پیش بره، که البته این هم کارایی نخواهد داشت در این وضعیت وانفسایی که رژیم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ اجتماعی بعد از قیام مردم ایران باش رو برو است. و من الان گسیل میکنه، مثلا روحانی رفته به کشورهای آسیای میانه که با همسایه های شمالی مثلا یک توافقی برسه، بعدش یا مثلا خرازی رو فرستادن به پاکستان و سفرهای اینطوری که داشتن، مثلا ظریف رفته کشورهای بالکان و همین روز هم سفر وزیر خارجه عمان به ایران بود. بنابراین می‌دونید که رژیم هم تلاش میکنه با اینجور کارها این خطری رو و این چشماندازی از تنگتر شدن این انزوا رو باش مقابله بکنه، که البته راهبردهایی نداره و این شرایط، مجموعه این شرایط رو وقتی که شما کنار هم بذارید و در کنار سایر تحولات بین‌المللی هم بهش نگاه بکنید، میدونید که چشم‌انداز خیلی تیره‌ای برای رژیم در عرصه بین‌المللی ترسیم میکنه. سایر تحولات بین‌المللی از جمله اشاره هم هست به ابراز تمایلی که کره شمالی برای رابطه با آمریکا و حل مشکلش با آمریکا مطرح کرده، که این خودش بیانگر این هست که چشم‌انداز اینه که تمرکز روی رژیم آخوندی افزایش پیدا کنه اگر چنین توافقی حاصل بشه بین کره شمالی و آمریکا. و برای مجموعه این شرایط واقعا یک شرایط خفه کننده بین‌المللی رو برای رژیم داره بسیار ترسیم میکنه. حالا شما از این مجموعه خبرهایی که گفتی، تحولات به اصطلاح، شما چه نتیجه میگیرید از روندش؟ ببینید نمیشه انکار کرد و یعنی منظورم که با توجه کرد که تمام اینها یک محور دارن و اون هم تعیین تکلیف برجامه در نوک ستون این تحولات، تعیین تکلیف برجامه است و همون ضرور عجل 22 اردیبهشت ماه و 12 ماه می که ترامپ باید بر اساس قوانین آمریکا هر 3 ماه به کنگره گزارش بده که آیا رژیم از برجام تبعیت میکنه یا نه، و هر 4 ماه، هر 120 روز لغو تحریم ها رو دوباره تمدید بکنه، که در آخرین موضع گیریش که در پاییز بود ترامپ حاضر نشد این کار بکنه، همه تنان اون به خاطر دارن. بله. و برجام رو تایید نکرد و گفت که نه، ما دیگه این روند رو ادامه نمیدیم، روندی که به
افزایش تنش در منطقه میشه، چشمانداز اتمی شدن ایران ما حاضر نیستیم ادامه بدیم، بلکه باید این برجام تصحیح بشه و از کشورهای اروپایی خواست که اگر ضعف‌های این برجام رو رفع نکنند در این مدت 120 روز دیگه آمریکا از این برجام خارج خواهد شد که میشه 22 اردیبهشت این ضرب العجل. بنابراین چشمانداز این هست که و تمام تحولات داره حول این وضعیت شکل میگیره. حالا در این وسط شما نگاه کنید، همین تحولاتی که شما میگید چه برداشتی ازش میکنید خیلی روشنه که صحنه رو نگاه بکنیم، یعنی اروپا در کنار آمریکا قرار گرفته و خواهان پایان گرفتن مداخلات رژیم و پروژه موشکی رژیم هست، در کنار تصدیحاتی که معتقدن باید به برجام داده بشه برای اینکه آمریکا رو تو این حفظ بکنن. بنابراین خیلی روشنه که یک همچین صحنه سیاسی پیامش همچنان که عرض کردم تنگتر شدن حلقه انزوای حلقه محاصره رژیم در عرصه بین المللی و شدیدتر شدن این انزوای بین المللی است و رژیم رو میکشونه به وضعیت تعیین تکلیف که باید مشخص بکنه. بالاخره عرض کردم 22 اردیبهشت ضرب العجلی است که ترامپ، ولی اگر بخوان در اونجا ترامپ خارج نشه از این توافق اتمی، باید قبل از اون این تعیین تکلیف هم توسط رژیم صورت بگیره و هم اتحادیه اروپا و اروپایی ها هم مشخص بکنن، چون که تا اون زمان فکر کنم 2 یا 3 اجلاس خواهند داشت وزرای خارجه کشورهای اروپایی. حتی خود نزدیک این ضرب العجل 12 اردیبهشت یعنی ماه می در آوریل اجلاس هاشون خواهد بود. ما می‌بینیم که شرایط داره خیلی سرعت به سمت میره که به رژیم تفهیم بکنن که ببین یا باید سیاست هات رو عوض بکنی و یا دیگه روبرو خواهی شد با جامعه بین المللی. یعنی این دوراهی که رژیم رو سرش قرار خواهد گرفت در آن خیلی به روشنی این تحولات ترسیم میکنه. یعنی شما منظورتون اینه که آمریکا حتما از برجام خارج میشه و تحریم ها برمیگرده یا نه؟ من فکر میکنم که شاید زود باشه در حال حاضر به این مثلا قطعیت گفت این رو. البته تحلیلگرها و تفسیرهای سیاسی میگن، مثلا میگن بعضی از کشورهای اروپایی معتقدن که خب در هر کاری ما بکنیم آمریکا از برجام خارج خواهد شد. حالا چقدر این واقعیه من فکر کنم هنوز زود باشه برای این قضاوت، ولی یک چیزی مسلمه همچنان که عرض کردم. ببینید برای رژیم تابلوهای زیادی و حق انتخابهای متنوعی وجود نداره که حتی رژیم مثلا تلاش کنه با مثلا حتی در شق خیلی بسیار خوشبینانش عرض میکنم مثلا با دیپلماسی بتونه یک تابلو جدیدی این وسط خلق کنه، یا باید جامعه زهر بعدی رو سر بکشه و یا باید یعنی جامعه از موشکی کنار بیاد، بسیار از موشکی عقب نشینی بکنه از دخالتاش در منطقه، که خب میدونیم چه پیامدهایی داره، همون چیزی که خامنه‌ای بارها گفته بود تنزل بی پایان و همین چند ماه پیش همین 2 ماه پیش هم خود سرکرده نیروی تروریستی قدس میگفت که این یعنی این جام زهر بعدی دیگه ما رو میکشه. بنابراین این تحول این به اصطلاح پیامدهای پذیرش این جامعه زهر خیلی مشخصه. برای یک تابلوی دیگر می هست که یا باید مقابله بکنه و وایسه در مقابل جامعه جهانی و تمام این تحریم ها و همه پیامدهاش رو که تفاصیل مختلفی هست که چه اتفاقاتی بعد از اون متصور بیفته رو دارن میگن، از تحریم ها شروع میشه و تا چون که در منشور بند 7 هست و اینها میکشه به جاهایی که رژیم خیلی براش هولناکه، مثلا دخالت نظامی اینجور چیزها. بنابراین در مقابل این دو تابلو رژیم باید تابلوی دیگری نمیتونه خلق کنه هر چقدر هم که تلاش بکنه، هر چقدر هم که باج بده. بنابراین و خیلی از این سیاست های زبونانهی که این روزها پیش گرفته، مثلا التماس و درخواست از کشورهای منطقه، مثلا همین خرازی که رفته پاکستان، که اصلا چرا اینطوری بیاد بشینید با هم مذاکره کنیم، خطابشون عربستان هست، ما تا مذاکره نکنیم پیش نمیره و این چیزایی که اینطوری دارن میگن، یا همچنان که عرض کردم مثلا بیایم روی شکاف اروپا و اروپا حساب باز کنیم. خب شکاف اروپا و اروپا ته خطش یعنی خروج آمریکا از برجام. پس یعنی همون تابلویی که خب
شما تحریم های شدیدی که بعدش فعال خواهد شد رو باید بپذیرید. پس بنابراین ببینید بین این دوتاست و رژیم در واقع مثل یک آدمی میمونه که بر لبه پرتگاه حالا منتظره که ببینه آیا اون خطری که از بالای پرتگاه تهدیدش میکنه رو وایسته یعنی که بپره پایین. بنابراین در این وسط داره این پا و اون پا میکنه. خیلی خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادی.